نتزون، ارائه کننده بهترین خدمات اینترنتی و رابطه جهانی شما. سرخط خبرهای تازه از افغانستان و جهان، ماموریت سخت و پایان راه ناپیدا، پذیرش قانون اساسی در برابر خروج نیروهای خارجی. اکثریت شکایات انتخاباتی از دارندگان بیشترین آرا اند. کابل در صدر فهرست بیش از 4000 شکایت. پایان خوش معدن سنخوزه، سراسر چیلی غرق در جشن و پایکوبی. پس لرزه های سیلاب های ماه گذشته پاکستان، هزاران کودک بیمار در خطر مرگ. یاد خدا به برنامه خبری ساعت 8 از نگاه خوش آمدید. امروز پنجشنبه 22 میزان سال 1389 هجری خورشیدی که برابر می شود با 14 اکتبر سال 2010 میلادی. در این برنامه خبری تازه ترین گزارش ها از افغانستان و جهان و رویدادهای ورزشی تقدیمتان می شود که من جواد سروش، علی افتخاری و مصطفی مهرزاد با شما هستیم. برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح میگوید طالبان به صورت مطلق گفتگوها را رد نکردند، اما شرایط سنگینی را گذاشتند. او گفت دولت هم پیش شرطهایی را مطرح کرده، اما در جریان مذاکرات غیر از مسائل غیر قابل تغییر در دیگر موارد امکان دارد انعطاف پذیری های صورت گیرد. طالبان خروج نیروهای خارجی را پیش شرط مذاکرات تعیین کرده و دولت هم پذیرفتن قانون اساسی و قطع رابطه با القاعده را پیش شرط اساسی اعلام کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش از حمید فهیم. آیا حکومت افغانستان قابلیت پرداخت؟ برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح در نخستین کنفرانس خبری پس از آغاز کار این شورا موضع ملایم‌تر نسبت به مذاکرات صلح با طالبان از خود نشان داد. او در مورد اینکه طالبان کار شورای عالی صلح را بی‌فایده خواندند گفت موضع‌گیری‌های سخت جزء گفتگوهای صلح است و نباید نامید شد. برهان الدین ربانی میگوید طالبان به صورت مطلق مذاکرات صلح را رد نکردند، اما شرایط سنگینی گذاشتند. خروج نیروهای خارجی از افغانستان نخستین پیش شرط طالبان است. آقای ربانی میگوید دولت نیز شرایط را برای مذاکره مطرح کرده، اما امکان دارد انعطاف پذیری‌های از دو جانب صورت گیرد. پذیرفتن قانون اساسی و قطع رابطه با سازمان القاعده پیش شرط اساسی دولت است. طالب ها به صورت مطلق گفتگو را کاملا رد نکردن، همه شرایط گفتن داشتن، البته شرایط چون خیلی سنگین تقدیم کردن. این به این معناست که اونها هم خواهانی از این هستن که بعد گفتگو صورت بگیره، حرفه هایی به گفتن دارن. از اینجاست که ما به این عقیده هستیم که اونها هم افغان ها و از جزی ملتی ما هستن، بعد با اونها ولو که فعلا موقفی هر قدر شدید هم بگیرن، مخالفت هم نشان بدن، اما ما اصرار داریم که بعد سال در این کشور من بیایه به هر قیمتی که سال بیایه. آقای ربانی میگوید در شرایط فعلی تماس در سطح رهبری طالبان کار ساده ای نیست، اما از پیام های تایید نشده ای که به آدرس شورای عالی صلح آمده احساس می شود که طالبان آمادگی های برای مذاکره دارند. او گفت شورای عالی صلح مصروف بررسی نتایج تماس های پراگنده گذشته با طالبان است و هم روی استراتژی مذاکره با طالبان کار می کند. طالبان دا پیشنهاد کری غشتن علری چی که داشتی چمونگ یا بل سر او گرو دا کتاس امنیت اخری زین افغانی افغان حکومت افغان خپل ورون افغان حکومت دوی پیغام لیجلی چی کتاسو کولایش دل تراشه او چه نمونگ زمونگ پا مناطق چمونگ و سیگو دی تاس امنیت مونگ اخلو که زمونگ امنیت تاسو اخلایی که دیشی چه ببل زایی که مذاکره وشی داس قیسی داس خبر روانه دی. مذاکره با طالبان تنها مشکل سر راه صلح نیست. دسترازی های برخی از حلقات در داخل پاکستان
و ممکن شرایط جامعه جهانی بخشی از نگرانی های دیگر بر سر راه صلح باشد. امروز همه دنیا به این نقطه رسیدن که آوردن صلح و مبارزه با افراطیت و تروریسم تنها از راه جنگ امکان پذیر نیست. ما هر مسلمان را نمیتونیم تروریست بگوییم. ما هر کسی را که در این منطقه یک نظر مخالف ارائه میکنه او را به عنوان تروریست عنوان بکنیم. با این حال شورای عالی صلح از نیروهای ناتو خواست تا در مناطقی که مخالفان مسلح آماده مذاکره صلح میشوند فعالیت‌های نظامی را متوقف کنند. کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید یافته های این کمیسیون نشان میدهد که اکثریت شکایات علیه کسانی هستند که بیشترین رقم رأی را دارند. احمد ضیاء رفعت یک عضو کمیسیون شکایت انتخاباتی تاکید دارد با تمامی شکایات رسیده به این کمیسیون رسیدگی خواهد شد. گفته می شود که تا حال بیش از 4000 شکایت به این کمیسیون رسیده که بیشترین رقم آن مربوط به ولایت کابل است. علی طاهری گزارش می دهد. کمیسیون شکایات انتخاباتی باور دارد که رسیدگی به شکایات موجود در این کمیسیون می تواند در نتایج انتخابات نیز تغییرات را به وجود آورد. مقام ها در این کمیسیون می گویند گمان می رود که شماری از افراد پرنفوذ در تقلب های گسترده در انتخابات دست داشته باشند. کمیسیون شکایات انتخاباتی تاکید دارد که به تمام شکایات رسیده به این کمیسیون رسیدگی می شود، حتی بعد از اعلان نتایج انتخابات. گفته می شود که بیش از 4000 شکایت به این کمیسیون رسیده که بیشترین آن مربوط به ولایت کابل است. کمیسیون شکایات انتخاباتی تا زمان اعلام نتیجه نهایی شمارش رای ها تبیز که به شکایت ها رسیدگی می کنند. با ختم رسیدگی به شکایت ها هست که در واقع زمینه اعلام نتیجه نهایی مساعد می شود. روز چهارشنبه کمیسیون شکایات انتخاباتی به دلیل تقلب گسترده آرای 68 مرکز را باطل اعلان کرد. در حالی که حدود یک ماه از دومین انتخابات پارلمانی در کشور می‌گذرد، اما تا حال رسیدگی به هیچ یک از شکایات نهایی نشده است. اکنون کمیسیون شکایات انتخاباتی جدیت نشان داده و بر رسیدگی کامل شکایات تاکید دارد. شکایت هایی که تا حالا به کمیسیون شکایات انتخاباتی رسیده است بیشتر از 4000 شکایت است که بیشتر از 2000 این شکایت ها در اولویت الف قرار دارد، یعنی در اولویتی که اگر صحت این شکایت ها اثبات بشه بر روی نتیجه رای های مرکز ها یا محل های خاص تاثیرگذار می باشه. احتمال زیاد است که در نتیجه بررسی ها ما به نتیجه های بر بخوریم که بر روی برنده شدن و بازنده شدن نامزدان تاثیرگذار باشه. کمیسیون انتخاباتی گفته است آن عده کارمندان این کمیسیون در تقلب ها و تخلف های انتخاباتی دست داشتن به نهادهای قضایی معرفی شدند. در همین حال شماری از نامزدان معترض نیز انتخابات را غیر شفاف و ناعادلانه خوانده تاکید دارند که باید به تمامی شکایات رسیدگی شود. معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله یک بار دیگر خواهان همکاری بین المللی در امر مبارزه با مواد مخدر شد. مقام ها در دولت تاکید دارند مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر در کشور بدون هماهنگی جهانی ممکن نیست. در این حال معین مبارزه با مواد مخدر میگوید که به تازگی توافقنامه جدید را با بخش مبارزه مواد مخدر سازمان ملل متحد امضا کرده است. مواد مخدر نام آشنایی برای مردم افغانستان، چیزی که اعتیاد به آن صدها جوان افغان را بدبخت و تا سرحد مرگ رسانده است. معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله، نهادی که در راستای نابودی مواد مخدر کار می‌کند، خواهان همکاری کشورهای جهان است. مقام ها در این وزارت میگویند که بدون همکاری کشورهای منطقه و جهان مبارزه با مواد مخدر ممکن نیست. معین مبارزه با مواد مخدر میگوید که به تازگی توافقنامه ای را به همین منظور با بخش مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد امضا کرده است. در این توافقنامه برخی از کشورهای جهان وعده کردند که در اکمال و تربیت پلیس مبارزه با مواد مخدر حکومت افغانستان را یاری کنند. عموما مبارزه علی مواد مخدر و قاچاق افغانستان محوری از حرکت هاست که اونان کوشش میکنن که پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان را بیشتر تقویت بکنن و تجهیز بسازن و در تربیش تلاش شود
و همچنان این کشور هماهنگ بسازن با کشورهای همسایه و جامعه جهانی تا بتوانند یک مبارزه جدی و موفقانه در عرصه